Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bob andar rukiya ha ve tumar ha. Beroy çi guft, bob on çi amadast ve ne guft az cümle-i şirk rukiya hast. Hemçinan eki dar bobi peşin guft. Yakım, çelo ki rukiya be şar'i ve gayri şar'i taksim meşavad. Duvum, ve hama tumar ha şirk az. مگر هر وقت که از قرآن باشد پس در این حالات حرام است. دلیل اول در صحیح از ابو بشیر انصاری رضی الله عنه روایت است که در بعضی از سفرهایش با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. او مردی را فرستاد تا به اهل سفر ندا کند که در گردن یگان شتر گردنبندی را که از زهی کمان است یا گردنبندی را باقی نگذارند مگر که بریده شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث آمده است پس فرستاد. یعنی برای دانستن احوال آنان و آن چیزی که شریعت تقاضا میکند. و در حدیث آمد که گردنبند یعنی اعتقاد میکنند که این از شتر چشمها را دور میکند. این اعتقاد فاسد است. دلیل دوم و سوم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که وی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میفرمودند به تحقیق رقیه ها تمارها و تیوله شرک است. روایت امام احمد و ابو داود. و از عبدالله ابن اوکیم رضی الله عنه روایت است که کسی که چیزی را آویخت و چیزی که چند زد و اعتقاد شفا از وی کرد به همان چیز سپاریده می شود. حدیث با روایت امام احمد و امام ترمذی. رقیه ها یعنی رقیه که در نزدشان معروف بود و آن رقیه شرکی بود. شریعت آن را آورده است و در حدیث آمده است که کسی چیزی آوازیان کند و آن سپاریده می شود و نگفت من علقه، چرا که او آن را آویخته و قلبش به آن متعلق داشته است. پس کسی متعلق به الله تعالی شود پس او را بسنده است و کسی متعلق به غیر الله تعالی شود خار شود. برای انسان شایسته نیست که نفسش را به سبب متعلق سازد بلکه متعلق به الله گرداند. پس کارگری که قلبش کاملا به ماهانش بسته است و از سبب بار که الله هست غافل شده است پس در نوع شرک واقع شده است. اما حتی اعتقاد کند که ماهانه سبب است و سبب بار همان الله تعالی است پس توکل را نفی نمی کند. شرط های رقیه شرعی یکم از قرآن یا سنت باشد یا به نام های الله و صفت هایش دعا کند. دوم سخن فهما شنیده شده و در زبان عربی معلوم باشد. سوم اعتقاد کند که آن سبب شرعی است فایده نمی دهد مگر به امر الله تعالی. هر کاری که از شرط ها خلاف باشد رقیه غیر شرعی می گردد و رقیه به غیر زبان عربی نیست مگر هر وقت تا که از باب دعا باشد. پس درست است که به غیر زبان عربی دعا کند به شرطی که نام های نکو را تغییر ندهد، زیرا نام ها توقفی است و نام ها همچنانه که هست گفته می شود همان گونه که در همه لغت ها است. تمارها آن چیزی است که به گردن کودکان می آویزند، از رسیدن چشم به آن پناه می برند. ولی هر که آویخته از قرآن باشد بعضی سلف اجازت دادند و بعضیشان اجازت ندادند و آن را از جمله منهیات قرار دادند. از جمله آنان ابن مسعود رضی الله عنه. رقیه ها آن چیزی است که از عزائم نامیده می شود و رقیه هایی که از شرک تازه باشند جایز است. پس البته رسول الله صلی الله علیه و سلم رقیه را در آسیب چشم و تب اجازت دادند. و تیوله آن چیزی است که با اعتقاد این که زن را با شوهرش و مرد را با زنش دوست می سازد انجام می دهند. انگشترین نکاح از تیوله است. یکم شرک اکبر است. هر با اعتقاد کند که خود آن تأثیر بخش است و جلب فایده ها و دور کردن ضرر در دست آن است. دوم شرک اصغر است. هر با اعتقاد کند که آن انگشترین در واقع ماندن علاقه زناشویی سبب است. سوم حرام است. این کمترین احوال آن است که زیرا از عادت نصارا است، زیرا آنها با گذاشتن آن عقیده سیگانه را اعتقاد میکنند و در آن حذر شده است اگر انگشترین از طلا باشد. دلیل چهارم و امام احمد از ربیعه رضی الله عنه روایت کرد که وی گفت به من رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ربیعه شاید بعد از من عمری دراز داشته باشی، پس مردم را خبر ده که کسی که ریش خود را گره کند یا به گردن خود بندی ذهن را بیاویزد یا به نجاست چهار پایان یا استخوان استنجا
جوکنن محمد صلی الله علیه و سلم از بو بیزار است. در حدیث آمده است که کسی که ریشی خود را گره کند، یعنی یا از باب تکبری یا از باب سبب گرداندن آن برای دور کردن چشم، و فرمودند که به گردن خود بندی زهر را بیاویزد، یعنی رشته از رنگ که از گوسفند گرفته می شود برای دور کردن چشم استفاده برده می شود، و فرمود که یا بر سرگین چارپا استنجا کند، یعنی اثر آن چیزی را که از دور راه خارج می شود به سرگین چارپا دور کردن، و فرمودند که یا به استخوان، یعنی آن خوراک جین ها است و سرگین علف چارپاهای جین است. دلیل پنجم و ششم از سعید ابن جبر روایت است که او گفت کسی تمیمه را از انسان ببرد مانند اجر آزاد کردن غلام است. حدیث با روایت وکه، و وکه از ابراهیم روایت کرد که وی گفت یاران عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه همه تمام تمارها را چی از قرآن باشد و چی از غیر قرآن مکروه می دانستند، و فرمودن که مانند اجر آزاد کردن غلام است، یعنی زیرا او را از بندگی شیطان آزاد کرده است، در آن شرک است، و این از آزاد کردن از بندگی انسان بالاتر است، لیکن آن را به طریقه نکوتر ختم میکنند. سوال است که برای چی تمارهای قرآنی حرام است؟ یکم بعضی سلف آن را مکروه گفتند و مقصد به کراهت در نزد سلف حرام است. دوم، آن در ضمن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل است که فرمودند رقیه ها، تمارها و تیوله شرک است. سهم گاه ها در شهر را میکشوید، زیرا بعضی ها گمان میکنند که همه تمارها جایز است، حتی از غیر قرآن هم باشد. چهارم، در آن پس زدن قرآن است، گاه ها به آن حاجت خانه می دراید یا به آن نجاست می رسد. مسئله ها: یکم تفسیر رقیه ها و تمار ها، دوم تفسیر تیوله گرم کردن، سوم به استثناء همه این چیزهای سیگانه شرک است، چهارم رقیه با کلام حق از آسیب چشم و تب از جمله شرک نیست، و اینچنین غیر آسیب چشم و تب را شامل می شود مثل جادو. پنجم، تمار هر گاه از قرآن باشد به تحقیق عالمان اختلاف کردند، یا از جمله شرکیات است یا نه، و با احتیاطگر مذهب ابن مسعود رضی الله عنه است، چرا که در اصل روان است. ششم، آویختن زیهای کمان در چارپایان از روی چشم از جمله شرک است. هفتم، وعده عذاب سخت به کسی که زیه آویزد. هشتم، فضل ثواب شخصی که تمار را از انسان ببرد. نهم، سخن ابراهیم اختلاف سابق را مخالفت ندارد، زیرا مقصدش یاران عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم باشد، و عموماً مقصدش صحابگان رضی الله عنهم نیست و نه تابعین ها. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.